نسیم سایی مؤسسه پوانزه ژورنالیسم با ما در استودیو هستند و در رابطه با خبرنگاری ایشان صحبت های خواهیم داشت. خوش آمدید آقای سایی، صبح شما بخیر. تشکر جناب احمدی، صبح شما هم بخیر. سلام دارم به بخش تکنیک شما و همچنین بنده هایی که هم اکنون ما را بیننده هستند. بله عزیزای بینده، ما در لابلای از مفعگان صحبت های هم داشتیم، برشان گفتم که ما هم ژورنالیسم نخوندیم ولیکن 6-7 سال تجربه که دارم میایم پریزنت میکنم. باز یکان مسائل های دیگر هم مطرح کردیم در رابطه به ای که اما سوال ها را باز خوب است که مطرح بکنیم، عزیزای بینده ما هم بفهمند. خب بین از اینجا شروع بکنیم که خود خبرنگاری یا ژورنالیسم هنر هست یا هم علم هست و هم کم پیشه؟ بسیار خوب. جناب احمدی، خدمت شما عرض بکنیم که ژورنالیسم یک موضوع بسیار وسیع هست. حالا ژورنالیسم در اصل از دو کلمه فرانسوی گرفته شده، یکی ژورنا هست و یکی لیزم. ژورنا به معنی نوشتن روزانه، این اون هر اون چیزی که ما در روز می نویسیم ایره میگه ژورنا. اما کلمه بعدی لیزم که میشه، لیزم به معنی مکتب. وقتی ما بیایم اینا رو یک جای بکنیم چی میشه؟ ژورنالیسم. ژورنالیسم به این معنا که ما مردم را از واقعیت های روز آگاه بسازیم. درست. مردم را و بدون این که یک موضوع را کم و یا زیاد بسازیم به اطلاع مردم برسانیم. حالا شما وظیفه شما امروز الحمدلله خبرنگار هستین و بدون از این که یک موضوع را غلو بکنین و یا کم بکنین برای مردم میرسانین، در واقع شما ژورنالیسم هستین. اما سوال شما اینجا بودن که ژورنالیسم علم است یا هنر. اگر ما ببینیم و بررسی داشته باشیم، من میگم ژورنالیسم هم علم است هم هنر. چگونه؟ ما باید یک چیز را بیاموزیم، متوجه هستین؟ ما بیاموزیم و وقتی که آموختیم، یاد گرفتیم و بخوایم در جامعه پیاده بکنیم، نحوه پیاده کردن یا راه‌های پیاده کردنش برای چی میشه؟ هنر میشه. پس ما اینجا از این تعریف ایره میگیریم نتیجه که ژورنالیسم هم علم است و هم هنر است. آها، باید خبرنگار موفق باز که شده میتونه؟ بسیار خوب. یک سوالی هستن که جناب احمدی، ما واقعا در جریان دو سالی که محصل هستم و همیشه در این فکر میکنم که ما کی میخواییم که ژورنالیسم بخوانم و در آینده یک ژورنالیست باشم، چی ویژگی رو باید داشته باشیم؟ یک خبرنگار خوب و خبرنگار موفق به گفته شما چی کسی باید باشه؟ واژه ها یا بگیم نکته های بسیار زیاد هستن که ما به چند نکتهش اشاره میکنم. از جمله باید من میگم که کسی که میخواد خبرنگاری خوب باشه یا خبرنگاری موفق باشه باید یک بیان خوب داشته باشه. این از یک بیان خوبی برخوردار باشه. بلاغت، فصاحت زبانش. بله، دقیقاً این یک فصاحت و بلاغت خوب داشته باشن. و ادبیات هم رول خود را داره؟ دقیقاً، بدون شک. وقتی ما حرف از فصاحت میزنیم و یا بلاغت میگیم یعنی چی؟ فصاحت به این معنا که بدون استرس، استراب، خجالتی بتونه خوب روان صحبت بکنه و برای مردم آگاهی درست بده. بسیار. و وقتی حرف از بلاغت پیش می آید، بلاغت در واقع آرایش درونی کلام هستند. فصاحت بیرونی بود، بلاغت درونی میشه که باید خیلی معتبر، مؤثر و بسیار با انگیزه و همچنین خوشایند صحبت بکنه تا اینکه بتونه مخاطبین جذب بکنه. این بخش از این. و نکته بعدی هم که باید دسترسی به زبان‌های زیاد داشته باشه، نه تنها در زبان مادری خود. فارا ما فرض میکنیم ما شما من حیث یک ژورنالیست و که ژورنالیسم به اصطلاح خواندین، شما بهتر از من میفهمین که خبرنگار باید زبان‌های بیشتر آگاهی داشته باشه بفهمم. مثلا وقتی شما یک در یک مصاحبه قرار میگیرین، مهمان شما اگر حالا داخلی نباشه، خارجی باشه، که زبان ملی ما و شما که حالا زبان دری و پشتو هستن نفهمن، شما باید زبان انگلیسی رو مسلط باشین سرشون تا اینکه بتونین همراه اونا صحبتی داشته باشین و سوال و جوابتون رو بکنین. با او اساس من پیشنهاد میکنم و به نظر من این هست که یک ژورنالیست فوق العاده خوب
ژورنالیست هستن که دسترسی به زبانهایی نه تنها زبان مادری بلکه زبانهای دیگری داشته باشن تا بتونه که خوبتر و خوشایندتر مصاحبات خود پیش ببرن. آقای سایی، تا که من سوال دیگه مطرح میکنم، شما بفرمایید چای بگیرین. سوالم قسم مطرح میکنم که خود پانزه ژورنالیسم باز رشته بندی هم در ذات خود هست یا نه، رشته های مختلف هم داره یا نه؟ دقیقاً ژورنالیسم دو سانگ میگیم در پشتو، یا دو دپارتمان داره. یک دپارتمان رادیو تلویزیون هستن و یک هم دپارتمان عامه علیکه یا ارتباطات، که من خودم در بخش عامه علیکه یا ارتباطات هستم و خیلی علاقمند بودم جناب احمدی که من رادیو تلویزیون رو بخونم. و واقعا صحبت اینجا حرف پیش آمد وقتی که من وارد پانتون شدم و یا وقتی وارد امتحانی کنکور شدم، من هدفی می بود که من باید رشته رادیو تلویزیون انتخاب بکنم، ولی که کد اشتباه شدن وقتی رفتم وارد پانتون شدیم، یک سمستر هم که خواندیم متوجه نشدیم. بعد از یک سمستر زمانی که جدا شدن حاضری ها و این مسئله جدا شدن، یک وقت متوجه شدم که من ارتباطات می خوانم، ولی با آن هم بسیار جستجو کردم، تحقیق کردم و طرف از استادا مشوره گرفتم که کدام یک از این رشته میتونه برای من موثرتر باشه. حالا اونا هم پیشنهاد کردن که می ارتباطات. به او اساس ژورنالیسم دو سانگ داره، یکی رادیو تلویزیون داره و یکی ارتباطات عامه یا عامه علی که به زمان پشتوی ما و شما میگه. اما جناب احمدی یک اشاره دیگر از سوال قبلیتون مانده باشه به یاد اومد. نکته سومی که برای خبرنگار شدن فوق العاده خوب یا موفق این هست که مطالعات فوق العاده داشته باشه. یک مثال بسیار ساده، اگر ما شما ببینیم، فرض بر این می‌گیریم در هندوستان از یک اقتصاددان اگر نظر خواسته شود که شما من حیث یک اقتصاددان، حالا هندوستان، مردم هندوستان به نابودی گوشت رو آورده و مردم هندوستان نیاز به گوشت داره، شما هم در جریان هستین و ما هم در جریان هستیم، مردم افغانستان و دنیا هم در جریان هستن که اکثریت مردم هندوستان گاو رو میپرسته، متوجه هست. اما اگر از یک اقتصاددان نظر خواسته شود که شما بگوین که مردم هندوستان چی کار بکنه، شاید اون اقتصاددان از دید اقتصادی خود بیان بکنه که گاوهایی که در هندوستان هستن سر بریده شد. اگر این ایده را برای مردم هندوستان ارائه بکنه یا بدهد، من مطمئن هستم به جای سر گاوها سر اقتصاددان بریده میشه، چون اونا توهین به خدایشان کردن. درست هستن؟ بله. به او اساس برمیگردیم سر خبرنگار فوق العاده خوب یا موفق. بفرمایید کوتاه اشاره بکنین. بله. یک خبرنگار هم باید که علمیت تنها داخلی نه، بلکه مطالعات بین المللی هم داشته باشن. در سطح جهانی باید مطالعات داشته باشه، آگاهی داشته باشه. خدایی نکرده، خدایی نخواسته یک وقتی اگر که یک مصاحبه می داشته باشن توهین به مذهب، توهین به دین آیین نشه. آها، دقیقاً. ممنون تون آقای نسیم سایی، ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. بازم صبح شما بخیر، آرزوی ما موفقیت شما است. ان شاء الله در سایتان خلاص بکنین. تلویزیون ملی افغانستان و رسانه‌های افغانستان انتظار شما و رجحان‌های موفق و تحصیل کردن دارن. ممنون.